به سومین روز از چهلمین دوره جشنواره چهلم فجر رسیدیم و دو فیلم دیگه از فهرست 22 تایی فیلم‌های حاضر در بخش رقابت جشنواره اکران شدند. از خبرهای مهم امروز میشه به حضور سخنگوی دولت و نماینده وزارت بهداشت در کاخ جشنواره اشاره کرد. یکی از خبرگزاری‌های داخلی به نقل از آقای علی بهادری جهرمی اعلام کرده که با توجه به وضعیت کرونا در کشور احتمال افزایش محدودیت‌های جشنواره وجود دارد. علاوه بر این از سینماهای مردمی این گزارش میرسه که در سیستم رأی‌گیری مشکلاتی وجود داره. سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران یکی از مهمترین بخش‌های جشنواره است که بروز مشکل در سیستم رأی‌گیری اون میتونه به طور مستقیم روی نتایج جشنواره تاثیر بذاره. اولین فیلم اکران شده ای امروز در کاخ جشنواره فیلم برف آخر به کارگردانی امیرحسین عسکری بود. فیلمی که در نشست پرسش و پاسخش مشخص شد که نظر بخش زیادی از اهالی رسانه رو تونسته با خودش همراه کنه. عسکری در کارنامه خودش فیلم بدون مرز رو داره که تونسته سه جایزه مهم بین‌المللی رو ببره. امین حیایی، لادن مصطفی و مجید صالحی از بازیگران این فیلم هستن و احسان علی خانی هم مشاور و سرمایه گذار پروژه است. بخش زیادی از سوالات نشست هم معطوف به همین موضوع بود. من یک داستانی خوندم از استاد محمد صالح‌علایی نازنین که بسیار داستان جذاب با یک اتمسفر بسیار بسیار خشن و دوست داشتنی که فکر می‌کنم برمیگرده به 4 سال پیش اگر اشتباه نکنم که این قصه من رها نمی‌کرد و در واقع دیگه مشورت با رفقا و دوستان شروع کردیم بابت اینکه ببینیم چطور میشه یک داستان کوتاه رو که حالا روایت شخصی یا روایت خود آقای صالح‌علایی بود از یک داستان رو تبدیل به سینما بکنیم، تبدیل به فیلمنامه‌ای بکنیم که بتونه یک کششی ایجاد بکنه که ما بتونیم 120 دقیقه در واقع سوار این قصه بشیم و به پایانش برسیم. بله، پروانه ساخت به نام آقای علی خانی بوده. اصلا این که ایشون انصراف بودن نبوده، یه تایمی هم پیش تولید رفتن با آقای عسکری، ولی یعنی بنده به گروه اضافه شدم به عنوان مجری طرح، ولی چون ایشون مشغله کاری داشتن برای عصر جدید پروانه رو چینج کردیم و پروانه ساخت به نام بنده صادر شد و ایشون به عنوان مشاور و سرمایه گذار در کنار ما حضور داشتن. شاید اینکه حالا اینجوری تعریف شده اینه که شاید کارهایی که انجام دادم کمتر دیده شده. چند تا کار سینمایی داشتم تو سالهای مختلف که بنا به دلایلی متوقف شد پخششون و یه وقت زیادی برای یه سریال خانگی صرف شد که کار نشد. و خب در طول سالهایی که کار کردم سعی کردم که این حساسیت رو داشته باشم تو انتخاب نقش‌ها و کارها و تیم سازنده. قطعاً سینما از نماد تشکیل میشه، نمیشه گفتش که نخواستیم از نماد استفاده نکنیم، ولی اینکه دیتیل بشیم که گاو یعنی چی، گرگ یعنی چی، برف یعنی چی، نه این کارو نکردیم. ولی قاعدتاً تو فیلم های این شکلی و فیلم نامه هایی که به این شکل نگارش میشه نماد خیلی جایگاه مهمی داره. فیلم اول برف آخر که بازیگر اصلیش آقای امین حیایی بود، به نظرم بازی خیلی قابل قبولی ارائه داده بود و با این که در واقع اکت چندانی نداشت اما سعی کرده بود با میمیک صورتش باورپذیر باشه، ضمن اینکه لانگشات های خیلی درخشانی داشت. از حیث تصویر فکر میکنم قاب های خیلی خوبی رو دیدیم. کلیت داستان هم داستان جالبی بود، هرچند که خب ریتم فیلم کند بود و شاید داستان فیلم اینچنی میطلبید. فکر میکنم بیشتر فیلم هنر و تجربه باشه و مخاطب عام چندان نتونه با این فیلم ارتباط برقرار کنه، اما در کل از حیث در واقع فرم و محتوا من فیلم رو پسندیدم. ببینید، برف آخر یه فیلمیه که سینماست به معنای واقعی و شما اگه مخاطب حرفه‌ای سینما باشید باش ارتباط می‌گیرید. عرض کردم شاید تماشاچیان در واقع مردم عادی و مخاطب عام خیلی نتونه فیلم رو بپسنده و حوصله‌اش سر بره، اما تماشاچی حرفه‌ای سینما احتمال زیاد از فیلم خوشش بیاد. فیلم برف آخر رو باید تجربه‌ای در ادامه تجربه قبلی امیرحسین عسکری یعنی فیلم بدون مرز بدونیم که سال‌ها قبل به عنوان یک فیلم اول در ویترین جشنواره فجر رونمایی شد و مورد توجه هم قرار گرفت. امیرحسین عسکری سلیقه سینماییش یک سینمای آرام
با ریتم کند و معمولا بدون دیالوگ که در برف آخر هم این ویژگی ها باعث شد که فیلم شور و نشاطی که لازمه همراهی مخاطب عام هست رو نداشته باشه و از همین منظر هم فیلم از منظر بعضی از اصحاب رسانه فیلم خسته کننده ای بود. امیرحسین عسکری فیلم سینمایی بسیار پرزحمتی رو به سرانجام رسونده. فیلم به لحاظ بصری و به لحاظ صدا یکی از بهترین فیلم هایی بود که توی چند روز ابتدایی جشنواره روی پرده رفت در کاخ اصحاب رسانه و این اتفاق مورد توجه قرار گرفت و در نشست رسانه‌ای هم در موردش صحبت کردن اصحاب رسانه. نکته ای که به ذهن من میرسه در مورد فیلم برف آخر این هستش که اساساً این فیلم با هدف گذاری مشخصاً جشنواره‌های سینمایی ساخته شده و بعید میدونم که از همین امروز سرمایه‌گذاران فیلم برنامه‌ریزی خاصی برای عرضه اون توی گیشه داشته باشند، چون فیلم المان‌های لازم برای توفیق در برقراری ارتباط با مخاطب عام رو نداره. در این حال به لحاظ ارزش‌های سینمایی وقتی به تصویر و صدای فیلم اشاره کردم حتما باید زحمت امین حیایی و مجید صالحی رو بازیگر اصلی فیلم رو هم نادیده نگیریم که بسیار پرزحمت تونستن نقش‌های اصلی این فیلم رو ایفا بکنن. اما دومین فیلم اکران شده امروز در کاخ جشنواره فیلم لایه‌های دروغ به کارگردانی رامین سهراب بود که فیلم اولی محسوب میشه. این فیلم در ایران و فنلاند تصویربرداری شده و طبق گفته کارگردان خودش تلاشی بود برای زنده کردن دوباره ژانر اکشن در ایران. علی‌رغم گفته کارگردانش، روزنامه‌نگاران منتقد فیلم رو شایسته حضور در جشنواره ندونستند و اون رو یک شوخی برای سینما ایران عنوان کردند. میدونم خیلی ریسک بزرگی بود که ژانر اکشن رو بسازم در ایران، ولی من از 5 سالگی همیشه خواستم برگردم ایران و این ژانر اکشن رو دوباره زنده کنم. امیدوارم تونسته باشم این کار رو انجام بدم. اگر بازیگری تو ایران هستش که بتونه این حرکتایی که من توی صحنه اجرا کردم با کمال میل فیلم بعدی میکنمش نقش اول. ما اصلا راضی نبودیم برای زخمی کردن روح و روان ما این چنین خود را زخمی و اذیت کنید. بگذارید تصور کنیم با ما شوخی کردید. بگذارید سینما با فیلم‌های شما به چشم شوخی نگاه کند. در مورد اینکه شوخی اتفاق افتاده، این فیلم از سال 90 تلاش شده براش و همراهی بسیاری از عوامل رو در پی داشته. در مورد فقط بخش اکشن میتونم بهتون بگم که ای کاش میدیدید بچه‌هایی که عاشقانه حتی در روستاهای دور افتاده دارن ویدیوهایی میسازن و برای ما ارسال میکنن که دارن کار اکشن میکنن. ای کاش کمی به این بچه هایی که اینجا حضور دارن، دو نماینده دارن بچه ها بازیگرای اکشن، کمی به اونها احترام بذاریم و این الفاظ، این طعنه ها به نظرم شایسته. حتما شما میتونید سوال بکنید، اما پاسخش رو در شأن خودم نمیبینم که بخوام این سوالات رو. این تلاشی بوده برای سینمای اکشن، ژانر اکشن، و به نظر من تلاش سازنده ای بوده و خیلی جدی و به تأکید و مؤکد میگم من هیچ شوخی با کسی ندارم. 10 سال عمر برخی از این بچه هایی که الان بالا میبینه چون صرف شده برای اینکه این فیلم ساخته بشه. ما شوخی با کسی نداریم، ما کاملا جدی هستیم. تجربه ای اتفاق افتاده برای ژانر اکشن و حتما این تجربه در مراحل بعد و گام های بعد پخته تر خواهد شد. من کارگر سینمای ایرانم و تصورم اینه که سینما مجموعه ای از ژانر هاست. من در خدمت این فیلم قرار گرفتم چون کیفیتی از کار اکشن آقای سهراب دیدم، ویدئوهای کوتاهی دیدم که برای من قانع کننده بود که این صحنه ها میتونه روی پرده سینمای ایران جذاب باشه. فیلم دوم لایه‌های دروغ توسط کارگردانی ساخته شده که خب از فضای در واقع ایران، فضای جامعه و فضای سینمای ایران دور بوده. اکشن خوبی داشت در برخی صحنه‌ها، اما کلیت فیلم خب بیشتر شبیه به کلیپ شده بود. ایرادی به کارگردان نمیشه گرفت، خب دانسته‌های سینماییش و در واقع ظرفیتش ایشون شاید همین اندازه بوده. ایراد اصلی به در واقع جشنواره فیلم برج و هیئت انتخاب وارد هستش که چرا این فیلم رو پذیرفتن. خب دو سه تا حدس میشه زد. ممکنه که در واقع یکی از دلایل مشارکت بنیاد سینمایی فارابی باشه که معمولا وقتی با فیلمی مشارکت میکنه جشنواره اصطلاحاً
بای دیفالت اون رو میپذیره. حدس دوم ممکن هستش که این فیلم رو پذیرفته باشن که در واقع نشون بدن و اهالی رسانه و منتقدان ببینن که مثلا در بنیاد سینمای فارابی دوره قبل چه فیلم‌های نازلی هم در واقع امکان مشارکت داشتن. این هم محتمل هستش. نمیتونیم نیت خوانی کنیم، نمیدونیم که واقعا چی بوده، اما هرچی که هست این فیلم جاش در جشنواره نبود. یه فیلم بی مووی، در همه جای دنیا بی مووی ساخته میشه، طرفداران خودش رو هم داره، اما خب توی جشنواره قطعا جای این فیلم نبودش. دومین فیلم به نمایش در اومده در روز سوم جشنواره، یعنی لایه‌های دروغ ساخته رامین سهراب، یکی از عجیب‌ترین فیلم‌هایی بود که توی جشنواره فجر دیدیم. فیلمی که به لحاظ کیفیت سینمایی و داستانگویی به شدت عجیب و غریب بود، به سختی تونستن مخاطبان با اون ارتباط برقرار کنن. و برای خود من اصلی ترین سوال این هستش که این فیلم چرا باید با سرمایه‌گذاری بنیاد سینمای فارابی به 23 جشنواره راه پیدا بکنه، و مهمتر از اون هیئت انتخاب بر اساس چه استانداردهای این فیلم رو انتخاب کردن. رامین سهراب یک طراح صحنه‌های اکشن بسیار متبهره که در سینمای ایران میتونه حضور مفیدی داشته باشه، منتها لایه‌های دروغ نشون داد که در زمینه کارگردانی فیلمنامه‌نویسی بهتره که از همراهی دیگران استفاده بکنه و خودش در مقام کارگردان و مشخصا بازیگر نقش اصلی فیلمش یکی از ضعیف‌ترین ارائه‌ها رو توی جشنواره امسال داشته. از حاشیه‌های مهم امروز جشنواره میشه به جدا کردن عکاسان خبری زن و مرد در بخش فوتوکال اشاره کرد. تشدید نظارت بر پوشش حاضران هم یکی از مهمترین خبرهای امروز بود. روز سوم جشنواره هم با حضور کمرنگ منتقدان و در انتظار فیلم‌های امیدوارکننده به پایان رسید.